فروغ کنعانی فعال اجتماعی از آلمان با ماست. خانم کنعانی خیلی خوش آمدید. اگر این اتفاق مسمومیت سریالی در هر کشور آزادی اتفاق میفتاد، تمام دستگاه الان بسیج بودن که عواملش رو پیدا بکنن، ولی شاهد هستیم که به بالاترین مقام پلیس ایران به دنبال ارسال پیامک برای زنانی است که حجاب اجباری رو رعایت نمی‌کنن. چرا اولویت‌ها اینقدر متفاوت در ایران با کشورهایی که صاحب دموکراسی هستند؟ درود بر شما جناب. تمام مشکل ما با جمهوری اسلامی سر این هست. دقیقا بحث اولویت ها کلمه کلیدی مناسبی هست که به کار بردید. ما در حکومتی هستیم که لباسی که جمعیت ایران، مردم ما بر تن میکنن، برای حکومت مهمتر از امنیت فرزندان ما که آینده ساز این کشور هستند قرار گرفته. ما در کشوری زندگی میکنیم در حالی که معیشت ما در آستانه وضعیت اختاره، در آستانه یک فقر شدید همگیره و با یک شکاف در واقع تبعیض‌آمیز بین دهک‌های مختلف اجتماع مواجه هستیم. همچنان فرستادن پیامک و خرید صدها میلیاردی برای کشف نمیدونم حجاب و یا تذکر کشف حجاب به مردم همچنان اولویت مردم هست. در زمانی که فرزندان ما در مدارس که همواره از زمان تأسیس امن‌ترین مکان برای بچه‌ها بوده و اصلا قرارم از همین طور باشه، ما کودکانی رو داریم که مسموم میشن. هفته گذشته متاسفانه یک کودک رو ما از دست دادیم برای حکومت که خودش رو مردم مقصر این قضیه میدونند. همچنان بازی کی بود من نبودم راه انداختن اولویت هست. تمام مسئله ما اینه. ببینید، حکومت‌های دیکتاتوری وقتی که وارد مرحله توتالیتر میشن، که خب جمهوری اسلامی از اول در این مرحله قرار گرفت و بنای خودش رو بر اون گذاشت، غالبا حکومت‌های بی‌نهایت فاسدی هستند. داریم با گوشت و پوست و خون این رو لمس می‌کنیم، از جنایت تا تروریسم تا دروغ و پروپاگاندا تا زورگویی تا نادیده گرفتن حقوق انسانی مردم، همه رو ما در این حکومت دیدیم. با نام مذهب و دین موفق شدند حتی اقشار مذهبی رو زده کنند، حتی موفق شدند کسانی که هیچ نوع موزگیری نداشتند، به قولی قشر خاکستری یا حالا قشر خونسا بودند، رو علیه خودشون قرار بدن و حتی مردمی رو که اصلا بنا نداشتند که خودشون رو وارد یک جنگ تمام قد با جمهوری اسلامی بکنند، شاید در ابتدای امر، الان به مرحله رسوندن که جز به رفتن جمهوری اسلامی نمی‌اندیشند. بحث حجاب بذارید خیلی واضح بگم، این یک کاوره برای اینکه نشون بدن که نمیخواهیمتون، نه شما رو جمهوری اسلامی، نه ارزش هاتون رو و نه ایده هاتون رو. امروز حجاب رو میندازیم، طبیعتا فردا مسائل بعدی رو پیش میگیریم. اگر بنا به گرفتن حق باشه، بله، پلکانی ادامه خواهیم داد. اینو جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه و تمام این بزن و بگیر و ببند ها هم برای همین هست. اول انکار میکنن، هیچ اشکالی نداره، بعد مجبورن مقابله کنن، اما در نهایت برنده مردمی هستند که طعم آزادی رو چشیدن و قرار نیست که دیگه اون رو از دست بدن. ممنونم از شما فروغ کنعانی که ما رو همراهی کردید.